زبی بلند پاشنکو به میانی میدان میاد، اشتباه ایران کوریان، موقعیت برای ملوان با ضربه ای که از کنار دروازه به شکل خطرناکی به بیرون میره. یک اشتباه، موقعیت برای ملوان، دقاقله میتونه دروازه رو باز کنه، دقاقله گل! گل برای ملوان توسط دقاقله با اشتباه محض بازیکنان ترکورسازی به ثمر میرسه. هماهنگی در بین خطوط دفاعی و دروازه‌بان این تیم، در حالی که حامد لک هم چیزی از دستش بر نمی اومد، در واقع دو بازیکن ترکورسازی رو جا گذاشت و خیلی راحت دروازه خالی رو باز کرد. کریمی، یک اشتباه عالی احمد زاده، با توپ پاشنکو برمیگردونه. نگاه میکنه داخل محافظه جریمه با پای چپ، موقعیت برای ترکتور در مقربه دروازه، به اون که اتقای دارد چیه به اون نگه میداره. خب اعلام پنالتی شده، سمی آهسته یه زمی کورنر را هم ببینیم که حبیب گردانی فرستاد. خب کریمی پشت توپه، کریمی حرکت میکنه، کریمی به گل، گل مساوی برای ترکتور با ضربه علی کریمی. دقاقله هم پشت توپ هست، دقاقله خودش ضربه رو میزنه و لک توپ در اختیار میگیره. یه موقعیت عالی برای انصاری فرد، انصاری فرد تو سر توپ میزنه، انصاری فرد حال دقیقی رو پیدا میکنه، دور انصاری فرد میزنه، سر توپ بشه پاشنکو. نیمه اول بازی چندان درخشانی از اوش ندیدی. دقاقله بازم صاحب موقعیت روی اشتباه مدافعان ترکتورسازی و محمد نصرتی و بازم ارسالی که توسط مدافعان حاضر در محوطه جریمه برگشت داره میشه. حالا گردانی و تو میگه تیر دروازه برخورد میکنه، در برگشت گل، گل برای ترکتور. پس گذشتم خوب گذره بود به تیم ملوان، حالا هم دوباره گزنی های خودش رو در برابر این تیم ادامه میده. ایران پوریان، سعید دقیقی، یه پاس عالی، موقعیت برای ترکتور پشت محوطه جریمه، تک به تک و اتیجا انگار داور قبلش بازی رو نگه داشته بود. ارسال توپ داخل محوطه جریمه، موقعیت برای ملوان و گل مساوی، گل مساوی برای ملوان توسط مازیار زاره خیلی راحت به ثمر میرسه. با هم صحنه آسر رو مرور خواهیم کرد. ارسالی که انجام شد به مقابل دروازه، چیری رو تو اثر گذاشت، تو رو پای زاره اومد و او خیلی راحت دروازه رو باز کرد. با ارسال میکنه، توپ به سر زاره برخورد کرد، دوباره ابراهیمی صاحب توپ میشه، اشتباه محض ابراهیمی، دقاقله رو صاحب توپ میکنه، بین اندازه کنه ترکتور، زهد عمله برای ملوان بندر انزلی داخل محوطه جریمه و ضربه که به شکلی بسیار بد برای یوسفی و او هم چشم بسته این ضربه رو زد. به غیر لک بقیه بازیکن‌های ترکتور در این صحنه در زمین ملوان بودن. موقعیت باز هم برای ترکتور و ضربه‌ای که پاشنکو مهارش می‌کنه. یه بار دیگه با هم صحنه رو مرور می‌کنیم. ابراهیم اینجا توپو گرفت، دقیقی صاحب توپ شد. احمد آهی از راه رسید و دقیقی روی زمین افتاد. کریمی، علی کریمی با پای راست ارسال توپ، موقعیت برای ترکتور، انصاری فرد نتونست ضربه سر رو بزنه. حالا کریمی ها یه برخورد در میانه میدان اتفاق میفته، داور بازی رو دنبال کرده، فرصت برای ملوان، موقعیت برای ملوان، ضربه زده میشه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. برای کسب امتیاز کامل این مسابقه همچنین ملوان بودن 20 دقیقه فرصت دارند. بازم اعلام آفساید شد، نصرتی بود که این پاس رو انداخت.
موقعیت برای سید محسن حسینی، رو زمین میفته، موقعیت برای کریمیار، گل که در حال دروازه قرار میگیره. داور بازی رو قبلش متوقف کرده. توپ به پشت محوطه میاد، همچنان موقعیت ادامه داره. سید محسن حسینی عالی میزنه و توپ پاشنکو عالی مهار میکنه که دیگه کم کم وارد وقته تلف شده هم میشیم. این ضربه پای راست سید محسن حسینیه و پشت محوطه یه موقعیت سر بیه زمینی و بازم پاشنکو. کریمی یک ارسال عالی، موقعیت برای تراکتور، فرصت برای تراکتور، ارسال توپ، ضربه سر و بازم پاشنکو هتریک میکنه در نجات دادن. درخشش پاشنکو نبود، ضربه سر نوسکی نزدیک بود مثل بازی قبلی، در لحظات انتهایی دروازه ملوان رو باز کنه.